سلام خدمت همه بچه های عزیز، وقتتون بخیر باشه. رو مطلب روشنده هستم. قراره توی این دوره‌ای که با هم هستیم آموزش ریاضیات کلاس پنجم رو داشته باشیم. البته یه تفاوتی داره، اونم اینه که قراره توی این کلاس با ابزارالات مختلف هم کار کنیم، با یه نرم افزارهایی که به ما کمک میکنه ریاضیات رو راحت تر یاد بگیریم. خب بریم با هم دیگه جلسه اول شروع کنیم، ببینید که چجوری آموزش میدیم و چجوری سوالا رو حل میکنیم. فقط و فقط همراه باشین، لطفاً کاغذ و قلم جلوتون باشه، همزمان با من، زمانی که من بهتون وقت میدم شما شروع کنید به حل کردن. بهتون قول میدم اگر با روشهایی که آموزش میدم جلو برین، مطمئن باشید توی این درس بالاترین نمره رو کسب میکنید. پس بریم با هم دیگه کار رو شروع کنیم. خب فصل اول ما در مورد عدد نویسی و محاسبات عددیه. عدد اتفاقی که ما همیشه و همه جا داریم میشنویم، شماره های مختلف توی پول ها، توی محاسباتی که انجام میدیم، آقا طول زمین چقدره، مساحتش چقدره، چقدر اختلاف زمان حرکتمونه، ساعت چنده، تمام این اتفاقاتی که میفته توش عدد نقش داره. بچه ها شاید چنیده باشین، مثلا میگن آقا عدد هفت عدد جادوییه. این از کجا اومده؟ یا اصلا عدد از کجا پیش اومد؟ چه افرادی اومدن اولین بار این نوشتار عدد رو شروع کردن؟ در گذشته برای شمارش از سنگریزه ها استفاده میکردن یا یه تناب هایی رو برمیداشتن گره میزدن. اینها میشد روش های شمارش اون موقع ها، برای اینکه به خاطر بسپارن. اما عدد هفت، منظور خود هفته، عدد هفت نیست. هفت یعنی بی نهایت. وقتی میگن هفت دریا و هفت اقلیم، یعنی بی نهایت دریا و بی نهایت اقلیم. پس عدد هفت در گذشته به واسطه این مطرح شده بوده، چون ما شش جهت اصلی داریم، هفتمین میشه بی نهایت. خب پس ما با عددها سر کار داریم. خود عدد نویسی بچه ها مدل های مختلفی داره. توی فارسی، عربی، لاتین، اگر نگاه کنید خیلی هم شبیه به هم هستند. حالا در زبان های دیگه مثل هندی یا عدد نویسی رومی اصلا مدلش خیلی متفاوت تره، اما این ستا فقط فونتشون متفاوته. متوجه این؟ یعنی شمارش عددها برای افراد مختلف به یک سبک بوده، نوع نوشتارشون با هم متفاوت بوده. عدد رومی بیشتر در ساعتها شما دیدینش، این صورت رو از X استفاده میکنن یا I و V، یا در بعضی از قسمتهای ریاضیات، علوم یا فیزیک برای علائم از اونها استفاده میکنن، یعنی علامتهای قشنگی بوده. ولی خب نوشتنش یه مقداری طولانیه. توی این عدد نویسی آی نماد یکه، دو تا آی، سه تا آی، بعد وی علامت پنج رو داره. خب خیلی جالبه، اگر آی قبل از وی قرار بگیره میشه چهار، یعنی انگار مثلا پنج منهای یک، بعدش قرار بگیره میشه شیش، بعد دو تا آی، سه تا آی، بعد ایکس میاد، ایکس یعنی ده. اینو فقط گفتم برای آشناییت که بدونید که اینم عدد نویسی رومیه. ایکس میشه ده، بعد بیست و سی و چهل که خب چهار تا ایکس، بعد ال، سی، دی، ام. یعنی اگه من بخوام اینجا هزار و مثلا سی صد و پنج و هشت رو بنویسم، این عدد انقدی میشه. به خاطر همین عدد نویسی به صورت عدد رومی مناسب محاسبات یا در کتاب ها نیست. عدد نویسی خودمون یعنی عربی، حالا فارسی هم از اون برداشته شده، خیلی مناسب تره. خب در کنار
این عددها بحث محاسبات پیش میاد. خب آدم‌ها همیشه شروع می‌کردن به جمع و تفریق کردن. اینکه آقا مثلا 5 تا با 10 تا میشه چند تا. ما همیشه از انگشتامون برای جمع و تفریق استفاده می‌کنیم. خب اما در گذشته از یک روش جالبی استفاده کرده بودند که امروزه به اسم چرتکه در ایران معروفه. این چرتکه روسیه که حالا در ایران استفاده میشه، چرتکه‌ای که در هر یک میلش 10 تا مهر است. همونجور که ببینید مهره‌های وسطی هم سیاهه، برای اینکه راحت‌تر بتونن تشخیص بدن که عدد مثلا 7 رو بخوام بذارن، میدونن که بالای این سیاه رو باید بیان. این برای اینه که چون تعدادش زیاده راحت‌تر بتونن مهره‌ها رو پیدا کنن. یا این علامت‌های سیاه خوب نگاهشون کنید، چون توی کارمون لازم داریم. همون علامتیه که ما برای جداسازی عددها استفاده میکنیم. 3 تا 0 یه ویرگول میذاریم، این همونه. این یکی چرتکه ژاپنیه، سوراوان. خب این چرتکه از 5 تا مهره در هر میله استفاده کرده که شبیه به انگشتای دستمونه. یعنی مثلا میخواد بگه 1 2 3 4، بعد 5 رو میخواد بگه یه 60 میاد. 5 6 7 8 9، یعنی با یک دست شما میتونید تا 9 رو بشمارید. باز هم اینجا برای جداسازی عددها از رنگ متفاوتی استفاده کرده. هر سه تا یه دونه رنگ متفاوت گذاشته و پایینیش چرتکه چینی که تفاوتش با چرتکه ژاپنی توی اینه که توی این بالا 2 تا داره، پایین 5 تا، که هر کدوم از این بالایی ها نماد 5ه. شاید باورتون نشه ولی از همین جا شروع شد که بهش میگم بحث محاسبه کردن، که شروع کردن برای اینکه به یک وسیله‌ای برسن که بتونه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو سریع‌تر انجام بده. از چرتکه شروع شد، یواش یواش اومد بالاتر. پاسکال ماشین حساب چرخان خودش رو طراحی کرد و اومد یواش یواش به این ماشین اضافه شد. یعنی اول فقط جمع بود، بعد تفریق، بعد ضرب و تقسیم. از همینجا یواش یواش تبدیلش کردن، شد کامپیوترهای امروزی. دیگه امروزه ماشین حساب داشتن توی هر سیستم، یعنی شما کافیه گوشی بردارید، قوی ترین یا مجهزترین ماشین حساب جلوتون هست، یه برنامه است. اما در گذشته ببینید چه دردسری داشتند، ولی یک محاسبه معمولی. خب میرسیم به قسمت مهم، اونم اینه که اصلا عدد نویسی به چه صورتی باید انجام بشه. ببینید وقتی ما میخواییم عددها رو بنویسیم، اونها رو 3 قسمت میکنیم: یکان، دهگان، صدگان. خب بعد میخواییم بالاتر بیایم، جدول جداگونه ای میذاریم، هزارگان. ببینید هر کدوم از این جدول ها خودش از 3 قسمت تشکیل شده: یکان، دهگان، صدگان، یکان، دهگان، صدگان، و توی میلیونش هم به همین صورته. پس ما این جدول لازم داریم برای اینکه آموزش اولیه رو داشته باشیم. بعد که خوب یاد گرفتیم دیگه احتیاج به جدول نداریم، کارمون رو خیلی راحت تر انجام میدیم. میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. یادتونه گفتم که در گذشته از سنگریزه برای شمارش استفاده میکردم. میخوام بهم بگین که اگر ما 1,000,000 قطعه سنگ داشته باشیم و بخوایم بشماریم اینا رو، حدوداً چقدر طول میکشه؟ 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روز، چقدر؟ اینو داشته باشین. از همین الان ذهنتون آماده باشه برای اینکه یه جا که پرسیدم جوابشو بدین. حالا میتونید از ماشین حسابات استفاده کنید. فقط میخوام این سوال رو تو ذهنتون داشته باشین. 1,000,000 قطعه سنگ رو اگر بخوایم بشماریم چه مدت زمانی طول میکشه؟ خب ببینید من الان یه عددی رو اینجا نوشتم که برای خانشش ما به این جدول احتیاج داریم. عددمون چند رقمیه بچه ها؟ 8 رقمیه.
وقتی من میخوام این عدد رو بیام و بنویسم، ستا ستا از سمت راست جدا میکنم. ستای اول، ستای دوم و حالا ستای سوم. که این ست آخریه چون خالیه میتونه عدد صفر باشه. حالا میخوایم بخونیم. اینا رو جدا جدا بخونید بچه ها. 86، 317، 520. درست؟ حالا کافیه این عدد رو بهش اضافه کنیم. 86 میلیون و اینجا یه او میاد. 86 میلیون و 317,520. پس نوشتن یا خواندن اعداد بزرگ خیلی راحته بچه‌ها. فقط کافیه که بیاین و از روش تفکیک یا خرد کردن استفاده کنیم. بریم پای تخته. من اینو بنویسم که توی دفترتون حتما این نکته هایی که میگم رو یه جا یادداشت کنین که بتونین ازش استفاده کنین. پس بریم پای تخته، من این قسمت رو بیشتر توضیح بدم بهتون. خب گفتیم که جدا سازی میکنیم. ببینید 86 میلیون و اینجا او میاد. 86 میلیون و 317,000 و بازم یه او 520. درست شد؟ پس ما برای نوشتنش اگه این عدد رو به من بدن، مثلا 86 317 520، گفتم از اینجا جدا میکنیم با ویرگولایی که اینجا میذاریم جدا جدا میکنیم. همیشه هم از این ور شروع کنید برای جدا کردن که بدونی چنده. اینجا شما مثلا یکان، هزار، میلیون، بعد میخونید 86 میلیون و 317,520. سه تا تمرین رو به این صورت تفکیک کنید و بنویسید، توی این قسمت یعنی توی این فصل اصلا مشکلی نخواهید داشت. حالا میخوایم این عدد رو ضرب در 10 کنیم. بگیم آقا اگه 10 برابر بشه عدد من جوابش چند میشه؟ چند میشه بچه ها؟ من میخوام این عدد رو ضرب در 10 کنم. وقتی عددی رو ضرب در 10 میخوایم بکنیم، کافیه که فقط و فقط یک صفر بهش اضافه کنیم. یعنی ارزش مکانی اعداد بچه ها تغییر میکنه. ببینید مثلا یک من ارزش مکانیش تو کجاست؟ یکان هزار، چی؟ دهگان هزار، هزارگان. پس ارزش مکانیش تو خونه پنجمه بچه ها. ولی وقتی ضرب در 10 میشه، ارزش مکانیش یه دونه بالاتر میره. یعنی عدد صفر باعث میشه که این اعداد یه دونه خونه بیان این ورتر. الان عدد رو بخونیم. 863 میلیون و 175,200. این چرا مهمه بچه ها؟ شما زمانی که میخواین تومن رو به ریال تبدیل کنید، لازم دارین این عدد رو بدونید، ضرب در 10ش کنید. مثلا به ما میگن آقا 100 تومن چند ریال میشه؟ میگیم آقا 100 یه دونه صفر بهش اضافه کن. 1000 ریال معادل 100 تومنه. خیلی از حتی آدم های بزرگی هم توی این قسمت مشکل دارن، یعنی تفکیک کردنش براشون سخته. آقا 17 میلیون رو میخوام بنویسم، به تومن چجوری باید بنویسم یا به ریال چجوری باید بنویسم؟ این ارزش مکانی رو باید اینجوری ما بدونیم. کافیه عددی رو که میخوان رو بنویسن، همون چیزی رو که میخوان آخرش یه صفرش اضافه کنن، بعد سه قسمتش کنن. ببینید الان این عدد 86 میلیون رو میخوایم حالا تقسیم بره 10ش کنیم. این عدد به ریاله. رفتین شما یه لپتاپ بخرین، گفته آقا قیمتش چیزی نیستش که 86 میلیون و 317,520 تومنه، 20 ریاله. میگی ریال به تومن چقدر میشه؟ برم به بابام میگم چقدر به من پول بده. اگه خواستین اینو تبدیلش کنید، باید ارزش مکانی داری یه خونه هول بدین اون سمتی. جواب میشه چند؟ 8 میلیون و ببینید 8 میلیون و
631,752 حالا اینجا تومن. خیلی ساده. حالا شاید بگین آقا ما میخواییم جدول بکشیم، خیلی زمان میبره. همونجوری که گفتم اصلا احتیاجی به کشیدن جدول نیست. مثلا من اینو آقا مینویسم 86,317,520. بعد میخوام تقسیم بر دهش کنم. تنها کار راحتمون اینه که آقا این صفر رو حذفش کن، تقسیم بر ده. حالا سه تا سه تا جدا کن. میگه این سه تا یکی، این سه تا و این یکی. دبه این هشت تنها اومد، 8,631,752. خیلی راحته بچه. واقعا وقتی نگاه میکردم بودم کلاس پنجم حداقل فصل اولش که آب خوردنه، چون این فصل ها توی سالهای گذشته هم در موردش صحبت شده. حالا ما میخواییم بس یه مقداری بیشتر عمیق‌تر وارد مبحث ریاضیات بشیم، حالا توی فصل های مختلف. خب بریم مثال یک. آقا گفته هر یک از عددهای زیر را به حروف بنویسید. کدام عدد بزرگتر است؟ من سه تا عدد اینجا نوشتم. لطفاً برای هر کدومش 30 ثانیه من وقت میدم بهتون. 30 ثانیه برای هر کدوم. لطف کنید. هر کدوم از این عددها رو سریع حداقل بخونید. حالا اگه نمیتونید برای خودتون بنویسید، به حروف بنویسید و اعلام بکنید آقا الف بزرگتره، بیم بزرگتره یا جیم. پس از همین الان 1 دقیقه و 30 ثانیه بهتون مهلت میدم که سوال رو حل کنید. بریم برگردیم. خب دوستان عزیز چه کرده اید؟ من این رنگ رو تغییر بدم به رنگ زرد و بیاییم و با هم مثال ها رو حل کنیم. ببینید برای حل این سوالات تو هر امتحانی اومد از سمت راست بچه ها سه تا سه تا جدا میکنید. یه ویرگول، سه تا
یه ویرگول. پد اصلا میتونی اینو بیاین این طرفتر برای خودتون بریم. میگین 42 یه صد دارم، سه تا هم صفر دارم. حالا اینو میخوایم بخونیم. بچه من تزم اینجوریه. میگم 42. پس اولیش میشه 42. بعدیش میشه صد. اون یکی هم که هیچی. صفر. صفر رو دیگه نمی نویسیم. این 42 میلیون و آقای این میلیونو سر جاش هست. 100,000 تموم شد. یعنی در اصل این رقم من به این صورت نکن 42,100,000. حالا بعدی سه تا سه تا سوا میکنم، یه 9 دارم، یه 560 دارم و 210. خب حالا ببینید بچه این وسطش، حالا من با رنگ دیگه بنویسم که این تو ذهنتون باشه. نکن 9,560,210. ببینید دقیقا من اینجا همین کار کردم. حالا آخرین عدد سه تا سه تا، این سه تا، این سه تا و این سه تا. نکن 30,272,153. 153. حالا وسطش رو پر میکنیم. میگیم آقا 30,272,153. خب حالا میخواییم بزرگترین رو پیدا کنیم. از این سمت از میلیون شروع میکنیم. ببینید 42 بزرگتره یا 9 یا 30؟ قشنگ مشخصه، میگیم آقا 42. پس جواب میشود الف. تفکیک کردن اینجای کار خوبه بچه. اصلا یه روشی هست به اسم روش کالباسی. روش کالباسی چی میگه؟ میگه آقا ما یه کالباس به این بزرگی که نمیتونیم بخوریم که، باید اول برش بدیم، کوچیک کوچیکش بکنیم، بعد حالا لقمه لقمه بخوریمش، تیکه تیکش بکنیم. توی محاسبات، توی نوشتار بچه ها، اگر به من یه عدد خیلی بزرگ بدن خوندنش برام فوق‌العاده سخته، یا حتی جمع و تفریقم برام سخت میشه. اما اگه تفکیکش کنم میگم تو مگه نمیدونی 42؟ میگه چرا 42 رو که بلدم. خب 42 به علاوه 9 چند میشه مثلا؟ مثلا یا 51 همین. 100 به علاوه 560 کنم، مثلا این دو تا عدد بخوام با هم حل کنم، جمع کنم، 100 به علاوه 560 میگه آقا 660. 0 با 210، 210. ببین شما خود به خود یه عدد بزرگ رو با هم جمع کردی، کافیه تیکه تیکش بکنید، هر تیکه رو جداگونه حساب کنید. پس اگر به شما یک عددی به این صورت دادن، کافیه که از سمت راست خوب توجه کنید، سه تا سه تا اینا رو داخل یک جعبه هایی بذارین که این جعبه ها هر کدومشون سه بخشه. نکن من اینجا خط که میکشم سه تا سه تاست. بعد از سمت چپ عدد ها رو میخونید، میگین آقا این یکانه، این هزاره، اینم میلیونه. 42,560,100. مطمئنن حلش کردیم، نباید براتون سخت باشه. اگه براتون سخته بچه ها و هنوز کامل این قسمت رو یاد نگرفتید، حتما حتما یکم بیشتر دقت کنید. بریم ببینید که چرا. من یکی از عللش رو بهتون میگم. یکی از عللی که ما نوشتن این اعداد برامون سخته و خطا داریم اینه که اینا رو تو هم دیگه می نویسیم. اصلا شما در یه جایی این عددها رو به این صورت بذارین، حتی اون حسابدارش هم میخواد بخونه یه ذره سختشه. چرا؟ چون نمیتونه عددها رو همه رو بشماره که. مثلا وقتی به ما میگن آقا این شبای بانک تو به ما بگو، یه عدد طولانیه، احتمال اشتباه توش خیلی زیاده. به همین دلیل میان جدا جدا می نویسن.
یه کارت بانکی رو بچه ها از پدر یا مادرتون بگیرید، میبینید که چهار رقم جدا کرده. یا وقتی ما میخواییم تلفنمون رو به یک نفر بگیم، سه رقم میگیم. هیچ وقت عددها رو دونه دونه نمیگیم که 4, 5, 6. بپرسم شما تلفنتون چنده، مثلا میگه 88, 47، مثلا 50, 32. یا بگم آقا کارت ملی شماره چنده، 2, 0, 7، مثلا 456، مینی سه رقم یا دو رقم. این کار برای ما راحت تره و راحت تر تو ذهنمون میمونه. تک رقمی سخت میشه، یا یه تیکه نمیگن 485,373,000. تا حالا دیدین یه نفر کارت ملیشو اینجوری به شما بگه؟ نه، سه رقم میگن. حتی در انگلیسی مثلا ما 1998 رو عملا میگیم 1998، اما در انگلیسی میگن 1998. اونجا دو رقم میگن. ببینید خیلی راحت نمیان میگن مثلا 1998. دو رقم میگن، کارو راحت تر میکنن. خب آقا، مثال بعدی. یه عدد به ما داده، گفته به سوالات زیر جواب بدید. هر وقت در هر جایی سر هر امتحانی که بودین عدد رو به شما دادن، بچه این نماد اعشار نیست، جدا کننده است. این عدد رو برای خودتون یه همچین کاری بکنید و این طرف جدا کنید، میگی 91 960 999. ببینید برای خودتون تمیز تفکیکش کنید، همینجوری به همین سادگی دیگه. الان اینجا مشخصه. حالا الف ب پ ت هر کدوم 30 ثانیه، چون راحته ها. با ارزشترین مرتبه این عدد چه عددیه؟ کوچکترین رقم این عدد در چه طبقه ای قرار دارد؟ این عدد از چند رقم متفاوت تشکیل شده است؟ بریم برگردیم.
خب دوستان عزیز چه کرده اید؟ جواب دست آوردین؟ خب من رنگ رو زردش کردم اینجا بذارم رو آبی فکر کنم بهتر دیده میشه. آقا سوال رو از اینجا میخونیم. ببین یادتون باشه هر وقت خواستین سوال رو بخونید خوب تفکیکش کنید. اصلا عجله‌ای نداریم ها. ببین یه موقع است ما سر جلسه امتحان تستی هستیم، یه دقیقه زمان داریم. اما سر جلسه امتحان مدرسه هستیم یا آزمون امتحانای پایانی زمان داریم. مثلا به شما میگن آقا واسه این مثلا هر سوالی حدودا 10 دقیقه زمان داریم، پس وقت هست. خانش مسئله، این عدد از چند رقم متفاوت. بچه ها ببینید، من اصلا الان میخوام روش حل مسئله رو بهتون بگم. زیر کلمات کلیدی خط میکشید، نه یا این بگین آقا از چند رقم تشکیل شده. ببین این متفاوتش رو برده چند رقم میای میشماریم، 3 6 8 8 رقم. آقا این عدد من 8 رقمیه، اما یه فریبی اینجا هست طراح گذاشته، چند رقم متفاوت. یعنی چی؟ 9 که عددهایی که استفاده شده یه 9، یه 6، یه 1، یه دونم 0، یعنی اینجا میشود 4 رقم. متوجه شدین؟ حالا من اینجا ذره 4 رقم. پس خانش مسئله خیلی مهمه. لطفاً هیچ وقت عجله نکنید. چند تا نکته رو بچه‌ها میگم، از همین الان اگر با من باشید و به این نکته توجه کنید مطمئن باشید دقتتون میره بالا و تک تک سوالات رو راحت میتونید حل بکنید. اونم اینه که تمیز بنویسید، زیر کلمات کلیدی خط بکشید. نکنید کوچکترین رقم این عدد در چه طبقه ای قرار دارد؟ کوچکترین رقمش در چه طبقه ای قرار داره؟ آقا کوچکترین رقمش 0ه، درسته؟ در چه طبقه ای قرار میگیره؟ میگیم آقا در طبقه هزارگانه، درسته؟ یعنی طبقه یکان هزارگان، تو این طبقه است. ببینید تو اینجاست، یکان هزارگان. خب بعد با ارزش ترین مرتبه این عدد چه عددی است؟ با ارزش یعنی چی؟ هر چی بچه ها میایم بالاتر ارزش بیشتر میشه، میایم پایین تر ارزش کمتره. یعنی کمترین ارزش مکانی رو یکان داره، بیشترینش هیچ وقت معلوم نمیشه دیگه، حالا بستگی اون عدد داره. امکان داره یه عدد بدن 18 رقم، باید بری پیداش کنی. یعنی مثل یه ساختمون میمونه، به ما میگن آقا پایین ترین طبقهش چیه؟ میگه پایین طبقهش طبقه اوله. خب حالا اینجا ما چون اعشار نداریم، وگه نمی گفتم مثلا زیر زمین هم هست، حالا بعدها میخونیمش. حالا به ما بگن آقا بالاترین طبقهش چنده؟ میگی خب بستگی داره، اگه ساختمون اون 10 طبقه باشه میشه طبقه 10، 100 طبقه باشه میشه طبقه 100. یعنی دقیقا این عدد رو مثل یک ساختمون در نظر بگیرید. خب مثل یک ساختمون میمونه. حالا ساختمونی که هر 3 طبقهش مثلا یه دونه سالونی هم داره، مثل لابی داره، مثلا هر 3 طبقه یه فضایی رو جداگونه کردن. پس با ارزش ترین مرتبه این عدد چه عددی است؟ عدد 9. که اگه بخوایم حساب کنیم میشه دهگان میلیون، یعنی تو طبقه میلیون قرار میگیره. این عدد 9 توی اونجاست. اگر این عدد رو 10 برابر کنیم، 10 برابر، بچه یادتون باشه یعنی ضرب در 10، اینو زیرش بنویسید وقتی من میخونم. اگر این عدد را 10 برابر کنیم یعنی ضرب در 10 کنیم، رقم 6 در چه مرتبه ای قرار میگیرد؟ خب من این عدد رو دارم، میام اینجا مینویسم. ببینید یه 0 میخوام بهش اضافه کنم دیگه، یه 0 اضافه میکنم. حالا از سمت راست سه رقم جدا میکنم، 990، سه رقم بعدی 609، سه رقم بعدی 919. خب حالا چی گفته؟ رقم 6
رقم 6 بچه در چه مرتبه ایه؟ در مرتبه صدگان هزار، یعنی صدگان هزار. به همین سادگی. ببینید من توی اسلایده قبلی بهتون نشون بدم. خب نگاه کنید بچه ها، ما این طبقه رو داریم، طبقه میلیون، طبقه هزار، طبقه یکی. بعد خودش به چند قسمت تقسیم شده که مرتبه شون رو نشون میده. مثلا آقا تو مرتبه صدگانه، طبقه هزاره. پس اینو یادتون باشه تفکیکش رو. اگه یه جا گفتن شما میتونید به صورت کلی بنویسید. آقا این شکل رو بکشید. اگر این شکل رو برای یک استاد بنویسید قشنگ مشخصه که شما فهمیدین. ایناش هم میتونید بالاش بنویسید. یکان، دهگان، صدگان، هزار. اصل قضیه اینه دیگه که مثلا ببینم که آقا اون شاگرد من متوجه شده یا نشده. پس اگر خواستین همچین سوالی رو حل بکنید یا مثلا این عدد رو فقط 9 ننویسید، خیلی قشنگ اینجا جدولش رو بکشید با سه قسمت که انجام میشه، بعد عدد رو اینجا بنویسید. 999 960 91. هر چقدر سوال رو کاملتر جواب بدید هم خودتون راحت ترین، همون کسی که داره سوالا رو تصحیح میکنه. خب میرسیم مثال 3. بچه مثال 3 در مورد 100 برابر کردن، 10,000 برابر کردن، بعد تقسیم هم هست. ببینید گفتم چیکار میکنیم؟ زیر کلمات کلیدی خط میکشیم. 100 برابر یعنی ضرب در 100. آقا بر هزار تقسیم کنیم، یعنی 3 تا صفر ازش کم کنیم، یا اینجا تقسیم بر 10ش کنیم. این تقسیم بر هزار، تقسیم بر 10. پس هر وقت میخواستیم تقسیم کنیم، مثلا اگر عدد من 9000 باشه و بخوایم بر هزار تقسیمش کنیم، کافیه 3 تا صفرش رو حذف کنیم. یا توی اینجا گفته تقسیم بر 10، یعنی 1 صفرش رو حذف کنیم. به همین سادگی. خب بچه ها این سوال رو گفته ارزش رقم 6 در هر یک از مثال‌های زیر رو پیدا کنید. حالا ارزش 6 چیکار کرده؟ حالا باید مثلا ضرب در 10,000ش کنیم، ضرب در 100 کنیم، بعد بهم بگین که آقا 6 چقدر تغییر کرده، از چه طبقه‌ای به چه طبقه دیگه‌ای پرش کرده. اینو بهم بگین. 1 2 3 4 4 تا سوال، 30 ثانیه هر کدوم، حلش کنید.
خب دوستان عزیز، سوالات فوق‌العاده ساده است و مطمئناً برای شما هم اصلاً کاری نداره. حالا مقدار زمانی که میدم به واسطه اینه که چون اینترنتیه یه مقدار فضا زمان داشته باشید. آقا 516 می نویسم. 100 برابر، 100 برابر خیلی راحته بچه‌ها، از آن یادتون باشه. 2 تا 0. 1000 برابر، 3 تا 0. 10000 برابر، 4 تا 0. ضرب در 10، 1 دونه 0. پس یادتون باشه وقتی عددی رو می‌خواید ضرب در 10، 100، 1000 و بیشتر بکنید، به همون اندازه بهش 0 اضافه می‌کنید. خب پس عدد من الان شده، نکنه 516 دو تا 0 هم اضافه شده. گفتم سه رقم جدا می‌کنیم، این سه رقم اول، اینم سه رقم دوم. عدد من 600 شده، یعنی 6 ارزش مکانی چنده بچه‌ها؟ صدگان. ارزش مکانیش کجاست؟ توی صدگان یکیه. درست شد؟ همینجوری یکان بودا، اینجا یکانه، صد برابر که میشه صدگان. حالا این یکی 3062 ضرب در 10000. ببین به اندازه صفراش من اینجا صفر میذارم، 4 رقم اینجا هم 4 تا میذارم. حالا تفکیکش میکنیم، سه رقم. خب آقا این ستای اول، این ستای دوم، این هم ستای سوم. ببینید 30,620,000. پس رقم شش من اینایی که اضافه است رو پاک کنم، رقم شش من میشه مرتبه چی بچه ها؟ صدگان 1000. عدد بعدی پ. ببینید یادتون باشه بعضیا موقعی که دارن حل میکنن دوتای اول چون 100 برابر و 10000 برابره، به این که نگاه میکنه میگه خب 1000 سه تا صفر میذاره جلوش. این اتفاق خیلی جا میفته، اما یادتون باشه باید کامل بخونید. گفته تقسیم. تقسیم یعنی چی؟ تقسیم بر 1000 یعنی از سمت راست سه تا کم کن. ببینید من عدد رو می نویسم، عدد من اینه 96 سی 10، یعنی 963,010. عددم می خونم که ببینید چجینا کن، 963,000 اینم میشه 10. حالا تقسیم بر چند شده؟ 1000. وقتی تقسیم بر 1000 میشه بچه ها انگار که من این سه تاشو حذف میکنم، یعنی بذاری من اینجاش بیارم، این سه تا حذف میشه. حالا چون شما اعشار نخوندین من دیگه اینجا اعشار نمیذارم، در اصل حذف نمیشه. ما اینجا چون نمیخوایم حسابش کنیم حذفش میکنیم. آقا اینا انگار رفته زیر زمین. حالا یکان، دهگان، صدگان، صدگان یکی. پس شیش من میشه چی؟ صدگان یکی. یعنی این معادل بچه اینجا شده. ای ببخشید دهگان، من چه میشم صدگان؟ دهگان. عجله کردم. این بچه این اشتباه من رو مطمئنن شما هم امکان داره انجام بدین. به خاطر این باید خیلی خوب بعد از اینکه حل کردین یک بار دیگه نگاه کنید. دهگان یکی. عدد بعدی این عدد رو گفته تقسیم بر 10ش کنید. تقسیم بر 10 یعنی یه دونه از عددهای سمت راست رو حذف کن. خب من عدد رو می نویسم، 206 109، اون برم 200. خب من یکیشو حذف میکنم. وقتی یکیشو حذف کنم یعنی یه دونه رو، چون تقسیم بر 10 شده، سه تا جدا میکنم، این ستای اول، ستای دوم، ستای سوم. اینجا شده 610، یعنی شیش من مرتبه صدگان
هزار رو داره. شبیه به این بالایی شده. صدگان هزار، صدگان هزار. ببینید؟ این ستای اول، ستای دوم، شیش. یعنی عددم بخونم براتون. 20,610,920. جدا جدا که میکنیم اصلا خیلی کارمون راحت تر میشه. خب بچه، من اینو چرا گذاشتم؟ بحث بسته‌بندیه. خب ما وقتی که میخواییم راحت تر بشماریم، کافی اونا رو تبدیل کنیم به یک کیسه هایی که شمارش برامون راحت تر بشه. خیلی جا این کار رو میکنن. اینو از الان گفتم که جلوتر که میریم ازش خیلی استفاده میکنیم. من اصطلاح مشت مش یا روش کیسه‌ای هم بهش میگم. تو خیلی از معماها ازش استفاده میکنیم. توی شمارش که دیگه اصلا استفاده نکنیم اشتباه کردیم. مثلا کیسه هامون 100 تا 100 تاست، کیسه هامون 1,000 تا 1,000 تاست، یا 10,000 تا 100,000 تا 1,000,000. پس ما اینا رو تبدیل میکنیم، بعد میخواییم بشماریم، کارمون راحت تره. اصلا میگیم تفکیکش میکنیم. یه سایتی رو میخوام اینجا بهتون معرفی کنم، اگه دوستان لینک رو باز کنن. فوق‌العاده، یعنی من هر چی ازش بگم کم گفتم. یعنی باید حتما ببینید تا خودتون متوجه شین که چه سایت خفنیه. حتما هم لینکش الان بهتون میدم که استفاده کنید. توی این سایت یه قسمتی داره که در مورد مباحث هندسه است که حالا جلوتر حتما حتما کار میکنیم باهاش، اما با اینجاش کاری نداره. ما الان میخوایم چون عدد نویسی رو بریم، مستقیم میرم توی نامبرز. ببینید توی عددها از شیوه های مختلف ما میتونیم استفاده کنیم، یعنی تکنیک های مختلف داره. یکی از جالبهاش اینه، نامبر کارتز. حالا چی هست؟ ببینید من یه عددی رو میارم اینجا، یه 100 میارم بیرون، یه 7، یه 1000، 10, 25. حالا عددها رو میارم بیرون که تفکیکشون کنم. خب نگاه کنید، شما چند تا عددی که با هم بگیرین یه منو اینجا باز میشه. ارگنایزر که بزنید تو یه ردیف قرار میگیرن. مرج اینا رو با هم دیگه یکی میکنه، مثلا جمع میکنه، شد 21. بعد 25 رو با 21 رو دوباره مرج میکنم، 100. بعد اینا رو همه رو با هم مرج میکنم. آقا 153. بعد یه عدد دیگه هم اینجا بسازم، 200، یه 25، یه 10، یه 8. بعد همه اینا رو مرج کنم. خب این 1000 هم با این یکی مرجش کنم. آقا من دو تا عدد دارم. خب 1267، یه ذره بذار من زومش کنم این ورش رو بهتر دیده بشه. 1267، 153. میگن آقا اینو جمعش کن به روش گسترده نویسی. اینجا این قدرتشو نشون میده. کافی این عدد رو بیاییم بچه ها، اسپلیت میبینید، میزنید، خودش عدد رو سه قسمت میکنه. دیدین؟ یه صدتایی داره، یعنی یه کیسه صدتایی، 5 تا کیسه 10 تایی داره. حالا برای اینکه مشخصه نکن اینجوری اسپلیتش کردم. 3 تا هم یکی داره. نکنی من جدا جدا کردم. حالا 1267 رو هم اسپلیت میکنم. یه بسته 1000 داره. خب این که یه بسته است. این 2 تا صدیه، این یکی 6 تا 10 تاییه و این یکی هم 7 تا 1ه. ببینید تفکیکش کردم. حالا میتونم به راحتی این یکانها رو بیارم کنار هم دیگه. خب همه رو با هم بگیرم، اسپلیتش مرجش کنم. این شد یه 10 تایی. بعد این 10 تایی ها رو بردارم بیارم اینجا، تمام 10 تایی ها رو با هم جمع بکنم. یه لحظه اشتباهاً به جای اسپلیت بعد مرج رو بزنم. خب نیا کنید شد چقدر؟ 120 تا. بچه این از این، خب ببینید
یه 120 تا اینجا دارم، یه 1000 هم اینجا دارم، اینا رو هم با هم دیگه مرج میکنم. 1420 یعنی جمع همشون میشه اینقدر. خیلی جالب ترا. حالا من نامبر تازه کارتش رو آوردم. جلوتر که میریم اینها رو تو کسرا بهتون آموزش میدم. این یعنی چی؟ ببینید، دو سه. رنگ سبز نشان سه، رنگ نارنجی نشان دوه. یعنی عدد شیش بچه از یه دو تشکیل شده و یه سه. حالا این رو به نظرم رو هم اینجوری میشه. عدد هشت از سه تا دو تشکیل شده. میبینید؟ این برای اون قسمت های جلوتر که تو کسرا میخواییم آموزش بدیم بهتون میگم. اینا رو انداختم را. عدد 48 از یه سه با 4 تا دو تشکیل شده. ببینید چقدر بهتون میتونه کمک کنه. یعنی از الان حتما برین تو این سایت و فقط قسمت عددش رو فعلا کار بکنید. حالا نمیخواد ما بقیه کار چیزا رو انجام بدید. مثلا تو بخش مثبت منفی ها من حتما از این سیستم استفاده میکنم. تو کسرا که اصلا باید استفاده کنیم تو حل مسائلمون. پس یادتون باشه این سایت، حالا من لینکش رو براتون میذارم که استفاده کنید. هر چقدر از ابزار بیشتری استفاده کنید مطمئنن اون مطلب رو راحت تر یاد میگیرید. خب برگردیم تو کلاس. مرسی بچه ها. گفته جاهای خالی را با اعداد مناسب کامل کنید. من الان در مورد بسته‌بندی صحبت کردم. گفتم آقا یه میلیونی داریم، صد هزار تایی داریم، ده هزار تایی داریم، هزار تایی داریم. وقتی بسته‌بندی میکنیم یعنی تقسیم میکنیم. خب مثلا وقتی یه میلیونه یعنی اون عددمون رو تقسیم بر یه میلیون میکنیم. ببینیم چند تا کیسه به ما میده. خب وقتی به من این عدد رو میگه، میگه آقا این عدد از چند تا یه میلیونی تشکیل شده؟ میام تقسیمش میکنم. نکنید سرقم جدا میکنم. میگم آقا یه میلیون یعنی 6 تا صفر. یادتون باشه 1 2 3 یکان، 1 2 3 هزارگان، 1 یه میلیون. 1 میلیون یعنی تقسیم بره 6ش کنیم. پس از 52 تا 1 میلیون ساخته شده. پس هر وقت یه همچین سوال ده انگار تقسیم کردیم. یا این عدد به چند تا یه میلیونی داریم، یعنی سه قسمتش میکنیم، سه تا سه تا جدا میکنیم، 8 تا 1 میلیون داره. چند تا هزار تا داره؟ 907 تا. 907 تا هم هزار تایی داره. نکنید از 8 تا 1 میلیون و 907 تا هزار تایی ساخته شده. یا این یکی آقا 50 تا هزار تایی، اینجا تبدیلش کنیم به عدد، 50 تا هزار تایی، سه تا صفر میذارم جور، و 70 تا 10 هزار تا. 70 تا 10 هزار تا، 10 هزار تا صفرش رو میذارم، این 4 تا صفر، 70 تا. یعنی 70 تا 10 هزار تا. ببین 10 هزار تا 4 تا صفر داره. حالا اگه اینا رو بخوایم با هم جمع بکنیم میشه 7 50، سه تا صفر، یعنی 750. 750 هزار. 60 تا 10 میلیون. 10 میلیون ببینید یعنی این شکلی. 60 تا 10 میلیون یعنی 7 تا صفر جلوی 60 بذاریم. پس من اینجا اگه این عدد رو بخوام بنویسم میگه 60 تا 10 میلیون. سه تا هم اینجا نکنید، سه تا سه تا که جدا کنیم میشه 600 میلیون. 60 تا 10 میلیون و 500 تا 10 هزار. 500 تا 10 هزار هم می‌نویسید، نکنید 500 رو می‌نویسید، به ازای 10 هزار هم 4 تا صفر می‌ذارید، 60 رو می‌نویسید، 10 میلیون، یه 10، 6 تا صفر هم جلوش. این عدد رو بخوایم بخونیم میشه 600 میلیون. این عدد رو بخوایم بخونیم سه تا سه تا میشه 5 میلیون. 500 هزار تا، 500 هزار. بعد اگه بخوایم اینا رو جمع بکنیم میشه 605 میلیون و
500,000. یادتون باشه حتما وقتی عددها رو میخواییم بنویسید توی خونه تمرین کنید. 1,000,000، ببین اینجا من سه تا سه تا جدا میکنم. ستای اول 1,000، میلیون، بعد اینجا هم که میره تا آخر میلیون که 900,000,000. جدا جدا بنویسید که راحت تر بتونید تفکیکش کنید. بچه ها خب زمان کمی داریم، من این قسمت هم بهتون بگم یه اصطلاحاتی داریم بچه ها باید بلد باشیم. وقتی به ما میگن نصف یعنی تقسیم بر دوش کنید، سولس تقسیم بر سه کنید، نکنید یه پیتزا رو تقسیم بر سه کنید میشه سولس. هر وقت یادتون رفت یاد مثلث بیفتید. مثلث یعنی چی؟ سه تا زل داره دیگه، سولس از اون اومده. ربع، مربع، مربع یعنی چی؟ یعنی تقسیم بر چهار کنید. خمس، خمس هم که توی کتابا خوندین دیگه که مثلا 1/5 مالت رو باید بدی به مستمند، میشه خمس یعنی تقسیم بر 5، همون 1/5 خودمونه. پس این اصطلاحات رو باید ما بلد باشیم که تو حل مسئله بتونیم ازش استفاده کنیم. بچه من مثال 5 رو دوتاشو حل میکنم، بقیهش رو به عنوان تمرین میذارم که شما حل بکنید. نصف 8 تا 10,000 تا چقدر میشه؟ ببینید این سوال اگه اینجوری بخوایم بخونیم یه ذره گیج میشیم. نصف رو نگه دار، اصلا کاری باش نداشته باش. 8 تا 10,000 تا رو اول بنویسیم دیگه. 8 تا 10,000، ببین 10,000 میشه این 10,000. 8 تا 10,000 یعنی یه صفر 4 تا 0 میذاریم، میشه 80,000. حالا 80,000 رو نصف کن، یعنی تقسیم بر 2ش کن. تقسیم بر 2 که بخوایم بکنیم خیلی راحت، دونه دونه جدا میکنیم. 8 تقسیم بر 2 میشه 4، اینا هم که صفراشن فرقی نمیکنه، میشه چقدر؟ 40,000. یا سلس 9 تا 100,000 تا. ببین سلس رو نگه داریم، کاری باش نداشته باشیم. من میدونم که باید تقسیم بر 3 بشه. عدد رو اول می نویسم 9 100,000، یعنی دوتا رو باید انگار ضرب هم کنیم. 9 تا بچه ها 100,000، 100,000. حالا تقسیم بر 3 می کنیم. خب میخوام تقسیم بر 3 کنم، 9 تقسیم بر 3 میشه 3، بعد ما بقیه صفرا رو میذاریم میشه چند؟ 300,000. حالا ربع 4 تا 100,000,000، خمس 10 تا 10,000,000 چقدر میشه؟ خیلی راحت، فقط کافیه گفتم بیایم دو بخشش کنیم. ربعش رو بذاریم کنار فعلا، خمسش رو بذاریم کنار. اولین عدد رو به عدد بنویسیم، یعنی این نوشتار رو به عدد تبدیل بکنیم بعد تقسیمش کنیم. حتما این شیبر استفاده کنیم. ربع 4 تا 100,000,000، من میتونم همین الان بگم جواب میشه 100,000,000. با تمرین میتونید حتی ذهنی این سوالات رو حل کنید. خب دو تا مثال هم هست، مثال 6 و مثال 7 که انشالله در جلسه بعدی اول این دوتا مثال رو بچه ها چون این فایل رو براتون قرار میدم حلش کنید. هفته بعد، جلسه بعد اول این دوتا سوال رو با هم حل میکنیم، بعد میریم تو بخش جدید. خب دوستان عزیز، مبحث امروزمون به پایان رسید. حتما دوباره این ویدیو رو نگاه کنید، فایل رو جلوتون بذارید، تک تک سوالاتش رو خودتون یک بار دیگه حل بکنید. هر جاشه که مشکل داشتین در جلسه بعد اول بپرسین، جواب بدیم، بعدش وارد به مبحث جدید بشیم. تا جلسه آینده خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.